الان چه وقت مریض شماست؟ حدود اندامه وقتی ماما زنگ زد از خونه زده بود بیرون، ادعا میکنه شوهرش میخواد بکشتش. ولی وقتی ما اومدیم اینجا همه چی عادی بود. شوهرم میگه از صبح تو اتاق کارش بوده، وقتی هم اومده بیرون هرچی به زنش زنگ زده جواب تلفنشو نداد. ولی دلیلی که من از شما خواستم بیاین اینجا اینه که آقا ادعا میکنه شما مخفیانه خانمشو ویزیت میکردی، درسته؟ بله. چرا؟ چرا چی؟ چرا مخفیانه باش در ارتباط بودی؟ جزء اختیارات بیماره، من دخالتی توش ندارم آقا. خب البته ما از این موارد زیاد داشتیم، ولی کار بیشترشون آخرش به تیمارستان کشیده. بله احتمالش هست، اما در مورد ایشون میتونه اینجوری نباشه. ایشون میتونه بدون بستری شدن درمان بشن. میتونم اما بیمارم صحبت کنم؟ بله راحت بشه. فقط اگه اتفاقی بیفته منو در جریان میذاری دیگه. شمارتون رو دارم حتما. رشیدی میری؟ ممنون خانم. خانم کنفر حالتون خوبه؟ خوب بلده چیکار کنه، داره همه تون بازی میده. اروا درست میگن؟ اروا اونو از شما خواستن که فرار کنی؟ آره هر بار راست میگن. مگه نمیگفتین اون صداها برای آرمانه؟ ببینید خانم، اگه دوباره همچین اتفاقی بیفته پلیس بدون تجویز من میتونه شما رو منتقل کنه به بیمارستان. اونجا چه بهتریه؟ این صداها واقعی نیستن، شما باید اونا رو تو خودتون بکشین. همین. چجوری؟ نمیدونم، ولی میدونم که تنها راهش همینه، وگرنه شما رو از پا در میارم. مسئولی هستم. بله میشناسمتون، بهتر نبود منم تو جریان میذاشتیم؟ خودشون اینطور خواستن. بازه امروز وقتی بحثمون شد فهمیدم شما رو ملاقات میکنم. جسارتاً دلیل بحثتون رو میتونم بدونم. همه چه ربطی به حرف من داره؟ همه چیز میتونه به هم ربط داشته باشه، غیر از اینه. میتونیم چند دقیقه تنها با هم صحبت کنیم؟ بله بفهمید. من مطمئنم که شما میخواید حالا همسرتون بهتر بشه، درسته؟ بله. خب اصلا نمیدونم چه اتفاقی افتاد. تا همین چند ماه پیش حالش خیلی خوب بود، از وقتی تقاضای طلاق دادی و همه چی عوض شد. در جریان هستم، بعد از اون اتفاقم بود که دچار افسردگی شدن. خواستم من ویزیتشون کنم، البته تو خونه خودتون. مگه نمی اومد مطب؟ نه، به درخواست ایشون من میمدم منزل. با پرداخت حق ویزیت کمی بیشتر این درخواست رو میتونه بیمار داشته باشه. شما دیگه حتما باید منو در جریان میذاشتین. این جزئیات حقوق بیماره. این کار شما وضعیت رو بهتر که نکرد، هیچ بدتر هم شد. کار من؟ بله. چند وقت پیش یکی از همسایه‌ها رو دیدم، گفت یه آقایی وارد منزلتون شده، چند ساعتی هم اینجا بوده. من خیلی به این قضیه شک کردم، تازه الان متوجه شدم اون مرد شما بود. متاسفم. میتونم یه سوالی از شما بپرسم؟ بله بفرمایید. همسرتون یه ارتباطی بین شما و پدرشون اشاره میکنه، با اینکه از پدرش متنفره. میخوام ببینم علت این باسابی که توش هست چیه؟ نمیدونم. من فکر میکنم شاید به خاطر اینه که شما همون رفتاری رو باش میکنید که پدرش کرده. چه رفتاری مثلا؟
خیانت؟ خیلی حرف مسخره ایه. این توهمات خودشه. اگه منظورش صمیمیت من با نگینه که خودش صد برابرش رو با احسان دوست من داره. همین پسری که توی عکسه؟ کدوم عکس؟ همون عکس 4 نفری که تو کافه گرفتید؟ بله همونه. نگین دوست قدیمی منه. نگین دوست قدیمی شماست یا احسان؟ نگین. شما در مورد صمیمیتش با احسان چیزی به همسرتون گفتین؟ آره خب همون اوایل این صمیمیتشون رو دوست نداشتم. میدونید احسان با اینکه خیلی پسر خوبی بود اما هیچ شوهری خوشش نمیاد همسرش با یه مرد دیگه ای صمیمی باشه. شما خودتون مردین، میخوام خیلی اینو خوب بفهمید. من نمیفهمم چی میگین. زن یا مرد زمانی درگیر همچین داستانی میشه که خودش علت کار یا رفتار مشابهی رو تجربه کرده باشه. ما بهش بگیم فرافکنی. ببین آقای دکتر، یه هر خری که هستی بذار روشنت کنم. الان دارم میفهمم چرا باران روز به روز حالش داره بدتر میشه. یه بار دیگه دور و بر همسرم ببینمت به پلیس زنگ میزنم. گاهی اوقات تنها راه فهمیدن حقیقت اینه که داستان از دور نگاه کنی. اما من مسیر عکسو میرم، از نزدیک لمسش میکنم، چون اون چیزی که میشنویم فقط یک نظریه میسازه و لزوماً فرضیه نیست. چرا به من نگفتی این مردی که آشغال عوضی میاد خونه؟ صدا بنا میارم پایین.